سلام و خیلی خیلی خوش اومدید، مخصوصا اونایی که به سلامتی خودشون اهمیت میدن و دوست دارن که در حد نیم ساعت هم شده یه فعالیت فیزیکی کوچیک به بدنشون بدن. این ششمین ویدیو از سری ویدیوهای تمرین سلامتیه و دومین ویدیو برای عضلات کمر. تکرار کنم که حرکاتی که ما انجام میدیم خیلی راحت توی خونه انجام میشن، به وسیله نیاز ندارن و طوری طراحی شدن که برای هیچ گروه سنی و هیچ بیماری آسیبزا نیستن. پس لباس ورزشیتون رو بپوشید، یه موزیک هم بذارید و ادامه ویدیو با من همراه باشید. سلام، مجدد میکنم بهتون. من دکتر نیما هستم و این کانالمه. قبل از اینکه بریم سراغ حرکات بگم که اگر ویدیوی آموزشی این حرکات رو ندید، بهتره یه بار اون ویدیو رو ببینید. من لینکش رو توی دسکریپشن میذارم که به صورت دیتیل و با جزئیات با نکات تمرینامون آگاه بشید. اولین حرکتی که برای عضلات کمر باید انجام بدیم چرخش لگنه که واسه تقویت عضلات شکم و عضلات شکم میشه و عضلات کمر رو کشش نشون میده. برای این تمرین باید دراز بکشیم و سه ست ده تایی لگنمون رو بچرخونیم به صورتی که قوس کمرمون در پایین صاف بشه. آماده ای؟ میریم. طبق روال قبلیمون من عدد رو که میگم انقباض رو انجام میدیم و وقتی که گفتم ریلکس شل میکنیم. بریم واسه 3 تا 10 تایی. 1 ریلکس، 2 ریلکس، 3. اگه میخواید مطمئن بشید که درست دارید کار میکنید، دستتون رو بذارید ریلکس، دستتون رو بذارید زیر کمرتون و قوس کمرتون رو حس کنید که صاف میشه. 4 ریلکس. 5 فقط باید لگن بچرخه. ریلکس. 6 ریلکس. لگن من رو نگاه کنید که کاملا فقط لگنم میچسبه. 7 ریلکس. 8 ریلکس. 9 شکم رو دست بزنید، باید سفت باشه. ریلکس. 10 ریلکس. دقت کنید که از عضلات دیگه مثل عضلات پا برای این حرکت استفاده نکنید و نفس کشیدن هم به این تمرین ها فراموش نکنید. بریم سراغ 10 تایی دوم. 1 ریلکس. 2 ریلکس. 3 ریلکس. 4 ماشاءالله ریلکس. 5 ریلکس. 6 ریلکس. 7 ریلکس. 8 ریلکس. 9 ریلکس. و 10 انقباض رو حفظ کنین، ریلکس. خب بازی استراحت کوچیک میکنیم. توی این فکر هستم که یه کانال جدید، البته قبلا درست کردم ولی توش دوباره برم سراغ ولاگا، دارم واسه ولاگ ساختن تنگ شده. امیدوارم که این مشغله ها بذاره واقعا خلاقیت آدم و کار و مشغله زیاد از بین میبره. به این واسه آخری ست از این حرکت، از حرکت چرخش. 1 ریلکس. 2 کش اومدن عضله کمر رو بعد از چند حرکت حس میکنیم. ریلکس. 3 ریلکس. 4 ریلکس. 5 ریلکس. 6 ریلکس. 7 ریلکس. 8 ریلکس. 9 ریلکس. 10 و ریلکس. خب این حرکت برای عضلات شکم بود. حرکت بعدی برای عضلات کمره. اگه براتون سوال پیش میاد که چرا عضلات شکم رو ما توی فیزیوتراپی کمر تقویت میکنیم،
توی ویدیو که توضیح دادیم، توی ویدیو آموزشی فیزیوتراپی کمر و ویدیو قبلی توی فیزیوتراپی کمر من گفتم که علتش چیه. دیگه اینجا تکرار نمی کنم. بریم سراغ پر زدن. فقط کافیه که لگنمون رو بیاریم بالا تا عضله باسن و کمرمون فعال بشه. آماده اید؟ یک، بکشید بالا، ریلکس. دو، ریلکس. سه، ریلکس. چهار، ریلکس. پنج، بکشید بالا کمر رو، ریلکس. شیش، ریلکس. هفت، ریلکس. هشت، ریلکس. نو، ریلکس. و ده، ریلکس. این تمرین‌ها خیلی ساده و حتی خیلی لذت بخشن. انجام دادنشون مثل بازی‌های بچگی میمونه، ولی تأثیرشون واقعا فوق‌العاده است و هر دوتا این نکاتی گفتم از نکات طلایی این تمرین حساب میشن. واقعا دست کم نگیریدشون. و برای سنگین کردن این حرکت میتونید یه وزنه رو روی شکمتون بذارید یا هر چیز دیگه که یکم سنگین کنه این بار. حالا من توی این تمرین توی حرکت بعدی با وزنه میرم، با یه وزنه کوچولو، مثلا اینقدر که فکر کنم این حدود 1.5 کیلوه، با این وزنه میرم که هم فشار بیشتر به خودم بیارم شما هم قلبو بگیریم. بریم. یک، ریلکس. دو، ریلکس. سه، ریلکس. چهار، ریلکس. پنج، ریلکس. شش، ریلکس. هفت، ریلکس. هشت، ریلکس. نو، ریلکس. و ده، بمونید بالا، ریلکس. بسیار خوب بود. نفس بگیرید، استراحت بکنید. من یه وزنه دیگه اضافه میکنم به حرکت خودم. شما هم هر جور راحتید با توانایی خودتون میتونید فشار رو تنظیم بکنید. حتی میتونید اگر هیچ وسیله ای ندارین میتونید تعداد حرکت رو زیاد کنید، مثلا به جای 10 تا 15 تا بزنید، یا به جای 3 تا 10 تایی 4 تا 10 تایی 5 تا 10 تایی بزنید. بریم سراغ ست آخر. یک، ریلکس. دو، ریلکس. سه، ریلکس. چهار، ریلکس. پنج، ریلکس. شیش، ریلکس. هفت، ریلکس. هشت، ریلکس. نو، ریلکس. و ده، نگه دارید بالا، ریلکس. خب عالی بودیم تا اینجا. دو تا حرکت بعدیمون دو تا حرکت کششیه، یه دونه واسه عضله، یه دونه واسه عصب. من برای که این حرکت رو بزنیم تایم میگیرم، هر کدومش رو 30 ثانیه انجام میدیم. اما قبل از اینکه بریم سراغ اون یه نفسگیری بکنیم. سعی میکنیم تا 5 ثانیه بدیم با داخل هوا رو، یه ثانیه مکس، بعد 5 ثانیه بازدم و یه ثانیه مکس. بریم نفس رو خالی کنیم اول.
حقیقتش رو بهتون بگم واقعا این همین تمرینای کوچیک باعث شده که بدنم یه خورده به فعالیت بیفته، یه خورده تون عضلات بیشتر بشه، عضلات سفت‌تر آماده‌تر بشن و اگه شما هم با من خوب انجام داده باشید مطمئنا این تاثیر رو می‌بینید. خب بریم از ساعتمو تنظیم کنم که تایم بگیریم. بریم واسه 30 ثانیه اول پامون رو باید بکشیم توی شکممون، در واقع توی سینه‌مون که عضلمون کش بیاد. آماده اید؟ بریم واسه 30 ثانیه اول، این پا صاف، این پا بیاد توی شکم. بذارید قشنگ کش بیاد هم این برم اون بر. قشنگ این فشار نرم رانتون رو یک طرف به بالا بکشید. بذارید عضله کش بیاد، زانوی سمت مقابل نباید بالا بیاد. نکته مهمه این تمرین همینه. خب 30 ثانیه این سمت تموم شد. بریم سراغ 30 ثانیه پای مقابل. بکشید بالا، پای مقابل صاف پایین، پای طرف مقابل شل، پای این طرف هم شل، ولی با دست بکشید توی سینه، بذارید عضلات داخل شکمتون قشنگ کش بیان. حواستون باشه که زانوی طرف مقابلتون صاف باشه، چون در واقع نشون دیگه طول عضله سواستون خیلی کوتاه شد. آماده باشید، 30 ثانیه تموم شده. خب این از این. هر حرکت بعدی کشش سیاتیکه. مچ پامون رو باید بذاریم مکم برم بالاتر. مچ پامون رو باید فلکس کنیم به یا خم کنیم یا اینکه ثابت نگه داریم. من دفعه قبل به صورت خم کردن پشت سر هم انجام دادم، این دفعه میخوایم نگه داریم. بریم بالا، نگه دارید، خم کنید مچ پاتون رو، به سمت خودتون بکشید نوک پات رو. اگر سختتون رو نمیتونید از این نفر میتونید کمک بگیرید. 30 ثانیه میخوایم نگه داریم. اینجا اون تمرینایی که برای 4 سرم کردیم بهمون کمک میکنه. قشنگ پشت ساق و عصبم داره کش میاد. آخراشه دوباره از اول، پای مقابل بکشید بالا، مچ به سمت خودتون. قشنگ باید کشش رو حس کنید. دیگه چی میخواید؟ هم تقویت عضلات، هم کارهای کششی، همه تمرین ها رو این سه سری ویدیویی که میذاریم داره. فقط باید هر یه روز در میون نیم ساعت وقت بذارید با من رو انجام بدید. مچ پا رو قشنگ خم کنیم به سمت خودتون و این تمرین هم تموم شد. تمرین بعدیمون حرکت خشم گربه است. 3 تا 10 تایی هم اون رو انجام میدیم. نکته مهمش اینه که قوس به پایین ایجاد نکنید، فقط قوس به بالا زمانی که عدد رو میگم و وقتی هم که میگم ریلکس کمرتون رو صاف کنید. میذارم پایین، به این حالت قرار بگیرید، دستا و زانوها عمود به زمین، کمر صاف. 1 حرکت گربه رو بزنید، ریلکس. 2 ریلکس. 3 ریلکس. 4 ماشاءالله روبرو نگاه کنید، ریلکس. 5 ریلکس. 6 ریلکس. 7 ریلکس، کمر صاف. 8 ریلکس. 9 ریلکس و 10 ریلکس. یه استراحت کوچیک بکنید، به زانوها و دستتون هم استراحت بدین، چون فشار زیادی هم خب وقتی روی زانو و دست هستین فشار زیادی به مچ و زانو میاد. یه استراحت بدین، بریم سراغ حرکت بعدی و دوباره حرکت رو انجام بدیم. یک بار دیگه، 1 کمرتون رو قوس بدین، ریلکس. 2 ریلکس. 3 ریلکس.
4 ریلکس 5 ریلکس 6 ریلکس 7 ریلکس 8 ریلکس 9 ریلکس و 10 ریلکس. حالا اینی که من میگم این حرکات تاثیر داره واقعا فقط تبلیغ کردن کارم نیست. چند نفری که با من انجام دادن واقعا اومدن بهم گفتن که خیلی تاثیر خوبی داشته این رو عضلات ما روی بدن ما، و اگر روی شما هم تاثیر داشت به کسایی که حس میکنید نیاز دارن یا فعالیتشون کمه هم این تمرین ها رو اشتراک بذارید باشون، بهشون معرفی کنید، بهشون توضیح بدید که نحوه کار ما چجوریه و اونا رو هم به سمت سلامتی یه حول کوچولو بدید. بریم سراغ ست آخر این حرکت. آماده؟ 1 کشید بالا، ریلکس، 2 ریلکس، 3 ریلکس، 4 ریلکس، 5 ریلکس، 6 ریلکس، 7 ریلکس، 8 ریلکس، 9 ریلکس و 10 ریلکس. خب یه نفس بگیریم و حرکت بعدی اونم کشیدن بالا، کشیدن پا از عقب توی همین پوزیش. نفس رو بدیم بیرون از دما. این حرکت، سعی کنید پشت سر هم بریم، چون وقتی که یک بار داریم انجام میدیم پای مقابل لحظه استراحته. آماده اید؟ بریم. 1 ریلکس، 2 ریلکس، 3 ریلکس، 4 ریلکس، 5 ریلکس، 6 ریلکس، 7 بکشید بالا، ریلکس، 8 پا مساوی بشه با کمر، ریلکس، 9 ریلکس، 10 ریلکس، پا عوض، 1 ریلکس، 2 ریلکس، 3 ریلکس، 4 ریلکس، 5 ریلکس، 6 ریلکس، 7 ریلکس، 8 ریلکس، 9 ریلکس، 10 ریلکس، دوباره پا عوض، 1 ریلکس، 2 ریلکس، 3 ریلکس، 4 ریلکس، 5 ریلکس، 6 ریلکس، 7 ریلکس، 8 ریلکس، 9 ریلکس، 10 ریلکس، دوباره برعکس، 1 ریلکس، 2 ریلکس،
سه ریلکس، چهار ریلکس، پنج ریلکس، شیش ریلکس، هفت ریلکس، هشت ریلکس، نو ریلکس و ده ریلکس. خب من یه اصرار کوچیکی میدم چون دستام در گرفته، یه مقدار زانوهام تحت فشار بوده و این حرکت بعدی رو که بزنیم دیگه تموم میشه و میتونیم با یه حس خوب که به نفع بدنمون یه کاری انجام دادیم امشب رو بخوابیم. راستیاتون نره که هر موقع این حرکات رو انجام دادید کامنت بذارید که انجام دادم، نه برای من، برای خودتون، که به صورت یک حضور غیاب بشه و کمک کنه بهتون که عادت کنید به این ورزش نیم ساعته و بعد که عادت کردید بتونید خودتون حرکات بیشتری هم انجام بدید. شاید هم توی سری بعدی ویدیوی تمرین سلامتی تمرینات بهتر پیشرفته تری رو انجام داریم، شما میتونید اون موقع راحت تر این حرکات رو انجام بدید. بریم سراغ ست آخر. بکشید بالا، یک ریلکس، دو ریلکس، سه ریلکس، چهار ریلکس، پنج ریلکس، شیش ریلکس، هفت ریلکس، هشت ریلکس، نو ریلکس، ده ریلکس. پای سمت مقابل، یک ریلکس، دو ریلکس، سه ریلکس، چهار ریلکس، پنج ماشاءالله ریلکس، شیش ریلکس، هفت ریلکس، هشت ریلکس، نو ریلکس و ده ریلکس. آفرین، احسن به شما. یه بار دیگه طبق عادت همیشمون خودتون تشویق کنید. عالی بودیم، مرسی که نگاه کردید، مرسی که همراه بودید و با من انجام دادید. روزتون بخیر باشه، خدا نگهدار.